آخرین بیتی که جلسه پیش خوندیم این بود: باز جان چون رو سوی جانان نهد، رخت را در عمر بی پایان نهد. اینجا یک کلمه جان اومد وسط و حالا دیگه مولانا یه خود راجع به این جان توضیح میده، منتها این توضیحش با یه داستان خیلی کوتاه و چهار خطی شروع میشه و مطابق معمول میکشه حرف به جای دیگه. عنوان قسمت هست: سوال سائل از مرغی که بر سر ربز شهری نشسته باشد. سائل میشه همون سوال کننده. پس یه مرغی بر سر ربز، ربز میشه برج و بارو. اون قدیم دور شهرها دیوار و اینا میکشیدن، روی اون دیوار یا روی اون برج یه مرغی نشسته بود. حالا یکی از یکی دیگه میپرسه: سر او فاضل‌تر است و عزیزتر و شریفتر و مکرمتر یا دم او؟ و جواب دادن واعظ سائل را به قدر فهم او. پس این عنوانش مشخصه، یه مرغی نشسته یکم از یکی میپرسه آقا این مرغ سرش فاضل تره یا بزرگتره یا دومش، اهمیت کدوم بیشتره؟ پس بهتر اینجا بین دو چیز تفاوت است، سر و دوم، منتها این که کدومش اهمیتش بیشتره ببینیم جواب چیه. واعظی را گفت روزی سائلی، که تو منبر را سنی‌تر قائلی. قائل یعنی گوینده، از همون قول و قال و اینا میاد، یعنی تو شایسته تری بر منبر صحبت کنی. که تو منبر را سنی‌تر قائلی، سنی هم بزرگ. یک سوال هستم، بگو ای زول و باب، اندر این مجلس سوالم را جواب. خب زول و بابم میشه لباب، از جمع لبه. لب یعنی برگزیده یه چیزی. اینکه مصطلح لب به مطلب رو بگو یعنی اونی که مغزش به اصطلاح. حالا زول و باب میشه کسی که صاحب این هنر و صنعت باشه، معنی تحت لفظیش خردمند. پس یک سوال هستم، بگو ای خردمند و اندر این مجلس سوالم را جواب بگو. بر سر بارو یکی مرغی نشست، از سر و از دم کدامینش به هست؟ خب اینم واضحه. گفت اگر رویش به شهر و دم به ده، روی او از دم او میدان که به. ور سوی شهر از دم رویش بده، خاک آن دم باش و از رویش بجه. پس جوابی که این داد، گفت که اگه اون جایی که نشسته روش به شهر، دومش به طرف دهه، مثلا بیرون شهر، پس روش از دومش میدان که بهه. ولی اگر دومش به سمت شهره و رویش به طرف دهه، خاک آن دوم باش. اون دم حالا مقامش بالاست، خاک آن دم باش و از رویش بجه. خب اولا یه نکته این که همیشه شهر و ده که چند بار تو مثنوی استفاده شده،
شهر نشانه وسعت به اصطلاح نامحدودی، ده برعکسش نشانه محدودیت، تنگی ایناست. و تو دفتر سوم که یه داستان بلندی هست که یه روستایی میاد به شهر و اینا، زیاد هست مثالاش. حالا پس از این دو عنصری که ما از ما سوال شده کدومش بهتره، مولانا میگه خب اون ظاهرش، اون سر، اون دمه. ولی فارغ از این که ظاهر این قضیه چیه، اصلش اون مقامیه که اینجا داره. یعنی اگر چه سر چه دوم، باید رو به شهر باشه، باید رو به روشنی، رو به وسعت، رو به نامحدودی. و اون طرفی که همیشه رو به محدودیت و جزوی بودن داره، اون به در نمیخوره. پس فارغ از شکل ظاهر یا ارزشی که دیگران برای اینجا، برای این عضو قائلن، مهم اینه که این مقام این عضو چیه و چیکار داره میکنه. و این که چیکار میکنه الان توضیح میده که منظورش چیه. پس داستان اینجا تموم شد، همین بود.